سه روز پیش هنگامی که نیروهای امنیتی موتر حامل رئیس شورای ولایتی هرات را برای بازرسی متوقف ساختند، نگهبانان رئیس این شورا با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در این درگیری یک سرباز واحد واکنش سریع ریاست عمومی امنیت ملی زخم برداشت. این مرد که هنگام این رویداد در محل حضور داشته است، چگونگی رویداد را این گونه میگوید: نفر شورا ولایتی تا شدم نفر بگیرید، حالا تکیب کردم. زتکیب که بعد از دو عده یک نفر اردون پلیس بود، امنیت ملک او آمد. تقریبا شما معلوم هم نمیشد، تریک بود. او که بیان بعد از او قیقداد کن چگاه باید اینا برای از او فیل کرده. در همین حال خانواده رامین پارسا، سربازی که در شفاخانه نظامی هرات بستری است، میگوید که این سرباز ریاست امنیت ملی در حال انجام وظیفه بود، اما رئیس شورای ولایتی هرات پس از آن که با شلیک گلوله این سرباز را زخمی ساخت، جنگ افزارش را نیز با خود برده است. این خانواده از حکومت عدالت میخواهند. ما میخواهیم از دولت مرکزی و از حکومت ولایت ملی و از رهبری ولایت هرات، از هیئت محترم، فقط قانون تطبیق کنه. حق به حقدار برسونه. چیزی که حق همون موضوع هیئت تثبیت کنه. هیئت خدا است، رسول است، پیغمبر است. شفاف همون موضوع بررسی کنن، شفاف همون موضوع به دسترس ملت قرار دن که بفهمن. در همین حال والی هرات این رویداد را نیکویش می کند و می گوید که حمله بر جان نیروهای امنیتی هیچگاه پذیرفتنی نیست و در حال حاضر یک هیئت ویژه ریاست جمهوری در حال بررسی این رویداد است و با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. هیئت با صلاحیت از مقام عالی ریاست جمهوری توظیف هستند، مشتمل بر معاون اداره لویسان والی در امور تحقیق با 6 تن از کارشناسا از ادارات مختلف. موضوع را همه جانبه مورد بررسی قرار می دهند و بعد از اون نتیجه بر جلال ما رئیس جمهور را میکنن. رئیس شورای ولایتی هرات در این باره چیزی نمیگوید، اما معاون این شورا از زبان رئیس شورای ولایتی میگوید که این رویداد رئیس و اعضای این شورا را ناراحت ساخته است، اما این رویداد نتیجه عملکرد یک محافظ رئیس شورای ولایتی بوده است و رئیس این شورا حاضر است در کار پیگرد قانونی عاملان این رویداد با هیئت بررسی کننده همکاری کند. مسئله بین دو تا یک سرباز و دو تا گارد بوده، این مسئله مهم حال صورت گرفته. ما کاملا این مسئله به وقوع پیوستن این مسئله ما خوشبین نبودیم. از سوی هم شمار از باشندگان ولایت هرات این کار رئیس شورای ولایتی هرات را وحشیانه می دانند و می گویند که اگر نمایندگان مردم با نیروهای امنیتی این گونه برخورد کنند، فرق آنان با هراس افکنان چیست؟ اینمی قانونی که رئیس جمهور برای یک سرباز میده باید بزی احترام بگذارن. اگر من خود می قانونم باید احترام بگذارم به قانون. نباید هم اون مقصد از تاش مقصدی به نفر شورا و به نفر امنیت ملی مقصدی شلیک کنه. پزشکان در شفاخانه نظامی هرات میگویند که وضع این سرباز پس از عملیات جراحی خوب است.